همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو همراه من شده. بردیا، خب میبینیم که سازمان ملل الان تقریبا فکر میکنم 4 هفته ای میشه وضعیت رو بحرانی توصیف میکنه و هر روز وضعیت در غزه به نوعی داره بدتر میشه. الان چطور توصیف میکنن و چه برنامه ای دارن؟ همونجور که شنیدیم شمال غزه شبیه به جهنم توصیف شده و باز هم سخنگوهای نهادهای دیگه سازمان ملل متحد از این میگن که جنوب غزه هم برای هیچ کس امن نیست و نشون میده که اونها بسیار نگرانن. و یکی از نگرانیه که خود برشماردی وضعیت سلامت و بهداشته، اون چیزی که تو جلسه امروز در ژنو برای توصیف وضعیت غزه گفته شد. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت از این گفتش که کارکنان سلامت و درمان توی غزه در شرایط فوق‌العاده غیر ممکنا رو دارن رقم میزنن. یعنی به گفته او اونها با پیشرفته ترین آسیب ها مثل سوختگی ها، شکستگی ها، قطع اعضا با ابتدایی ترین امکانات هم ندارن، حتی مثلا ضد دردها یا حتی بیهوشی ها. بنابراین اون شرایطی که اونها توصیف میکنن بسیار بحرانیه و طبق گزارشی که دادن بیش از نیمی از بیمارستان ها 36 تا 20 تاشون کار نمیکنن. اونایی که کار میکنن در بیش از ظرفیتشون 4 تا 10 برابر ظرفیتشون کار میکنن و سایر مراکز درمانی ابتدایی 70%شون الان کار نمیکنن و اینها بسیار نگران کننده است. به مسئله نگرانی درباره شیوع بیماری های اشاره کردی، بیماری های تنفسی، بیماری های گوارشی که نگرانی سازمان جهانی بهداشت بیشتر معطوف به کودکانه، چرا که مثلا بیماری های گوارشی برای کودکان میتونه آسیب های در حالت عادی آسیب اونا بسیار آسیب پذیرن، ولی در حالی که کودکان الان دچار سوء تغذیه این آسیب ها به مراتب بیشتر میشه. بنابراین اون چیزی که سازمان های و نهادهای سازمان ملل متحد میخوان، سازمان جهانی بهداشت میخواد، در حالت کلی آتش بس ادامه داره، ولی الان دسترسی میخوان که بتونن اون امکانات رو برسونن و این دسترسی الان اونجوری نیست که اونها نیاز دارن. خب این خواسته هم خیلی وقت مطرح شده ولی تا به امروز میبینیم که یک راه حل دائمی یا حتی موقت براش ایجاد نشده و تعدادی از کسانی که برای سازمان ملل کار میکنن کشته شدن بیشتر از 100 نفر فکر میکنم الان آماری که دادن. الان چی میشه خواسته، یعنی در واقع چه چیزی میشه گفت اونها میخوان از سازمان ملل؟ این خواسته اونها اینه که اگه الان اون چیزی که امکان پذیره در واقع وقفه های کوتاه مدته، این وقفه ها در هماهنگی با مقامات سازمان ملل، با نهادهای سازمان ملل متحد صورت بگیره که اونها بدونن که چه جوری، چه زمانی، کجا امکانات رو برسونن. و اون 100 نفری که اشاره کردی در حین کمک رسانی کشته شدن برای اینکه اونها نمیدونستن کجا، چگونه اون آتش بس وقفه در بین تبادل آتش به وجود اومده. این خواسته حداکثری اونهاست. ولی در مورد کمک ها ما از هفته دوم شاهد رساندن کمک ها از رفح بودیم، از جنوب غزه به داخل، ولی اون چیزی که تا الان رسیده 800 کامیون در بیش از 20 روز، یعنی تعداد 40 کامیون در حالت عادی، در حالتی که صلح برقرار بود، یعنی جنگ برقرار نبود، 100 کامیون نیازمندی های مردم غزه رو تامین می‌کرد. ولی خواسته مجامع بین الملل اینه که بیش از اینها کمک بشه. برای همین دنبال یه راه حل دیگه میگردن، مثلا رساندن کمک ها از دریا. ولی نگرانی ها فقط سلامت و بهداشت نیست، نگرانی ها وضعیت اقتصادیه که ما شاهدیم که مثلا گزارش اقتصادی سازمان ملل از این میگه که حتی رشد اقتصادی غزه طی یک ماه گذشته -4% بوده و این در یک منطقه جنگ زده هم بی سابقه است. ممنونم از توضیحاتت بردیا افشین، همکارم اینجا در استودیو.